سلام، با خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز شنبه 26 ماه قوس سال 1390 هجری خورشیدی است که برابر می شد با 17 ماه دسامبر سال 2011 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. تصویب کاهش کمک های واشنگتن به اسلام آباد از سوی کنگرس امریکا. هشداری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از ادامه نقض حقوق بشر از سوی پلیس محلی. و جان باختن بیشتر از 250 تن در فلپین. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. ایالات متحده آمریکا کمکش را به پاکستان به مبارزه این کشور با حراس افغانی به ویژه با شبکه یقانی که در خاک پاکستان فعالیت می کند مشروط ساخت. بر بنیاد لایحه تصویب شده سوی مجلس سنای آمریکا در کمک های واشنگتن به اسلام آباد شرط های بیشتر وضع خواهد شد. لایحه مجلس سنای آمریکا با 296 رای موافق و 121 رای مخالف تصویب شد. بر بنیاد این لایحه کمک‌های واشنگتن و اسلام آباد تا هنگام بسته خواهند ماند که وزیر خارجه آمریکا تایید کند که پاکستان در پیکار با راس افغانی همکاری جدی می‌کند و در برابر گروه‌های راس افغان به شمول شبکه یقانی و گروه‌های وابسته به طالبان افغان ایستاده است. نماینده کاخ سفید برای افغانستان و پاکستان می‌گوید که تیره شدن روابط میان واشنگتن اسلام آباد پس از حمله ناتو بر مهمند جنسی اثر بی‌درنگ بر راهبرد آمریکا در افغانستان داشته است. حکومت پاکستان در واکنش به حمله ناتو در مهمند اجنسی همه خطوط ارتباطی را که برای اکمال نیروهای ما در افغانستان بسیار مهمند بسته است. مقام های پاکستانی گام های دیگر نیز برداشتند. آنان به گونه روشن از تجدید نظر روابطشان با آمریکا نیز سخن گفتند. نماینده آمریکا برای افغانستان و پاکستان می افزاید که در دراز مدت پاکستان و آمریکا درک خواهند کرد که همکاری ها در پیکار با راس افغانی برای صلح و ثبات افغانستان و نیز روابط بازرگانی به سود اردو کشور است. من فکر می کنم هر دو کشور درباره روند صلح به رهبری افغانان سخن می زنند و این یک پدیده مثبت است، اما من بسیار متاسف هستم که گروه مشترک افغانستان، پاکستان و آمریکا پس از کشته شدن برهان الدین ربانی با هم دیدار نکردند. این در حال است که تنها چند روز پیش مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا لایحه‌ای را تصویب کردند که بر بنیاد آن در حدود 700 میلیون دلار از کمک های واشنگتن به اسلام آباد متوقف شد. در این حال پاکستان بر کانتینرهای اکمالاتی ناتو و آمریکا مالیات تعیین خواهد کرد. بر بنیاد سخنان مقامات نظامی و غیر نظامی پاکستان، حکومت این کشور میخواهد که بر هر کانتینر ناتو که از خاک این کشور به افغانستان میآید 1500 دلار مالیات تعیین کند. در این حال برخی از آگاهان این کار پاکستان را گونه از باجگیری میدانند. در حالی که پیش از این پاکستان تنها از تانکرهای مواد نفتی ناتو مالیه می گرفت، اما اکنون مقامهای نظامی و غیر نظامی پاکستان می گویند که پاکستان از هر کانتینر کالاهای اکمالاتی ناتو که به افغانستان می رود 1500 دلار مالیه خواهد گرفت. در همین حال برخی از آگاهان مالیه گرفتن پاکستان را از موترهای اکمالاتی ناتو مخالف پیمان بن نخست و برخی دیگر از میثاقهای جهانی می دانند. پاکستان یک بانکیری میکنه و بهتر است که ازی تصمیم خود تجدید نظر کنه، چرا غیر عملی و به نقص خودش تمام میشه و از فشارش زیادتر سر خودش یک روز خواهد آمد، چرا که مواجه به یک معاصر اقتصادی خواهد شد و از کمک های جامعه بین المللی و مخصوصا ایالات متحده آمریکا زیادتر محروم خواهد شد. از سوی هم نخست وزیر پاکستان در دیدارش با کامرون مونتر سفیر ایالات متحده آمریکا در اسلام آباد میگوید که ایالات متحده آمریکا باید تضمین کند که آن کشور در آینده بر مرزهای این کشور حمله نخواهد کرد. وی می افزاید که اسلام آباد از روند گفتگوهای صلح دولت افغانستان پشتیبانی می کند. احترام به حاکمیت ارضی پاکستان و تکرار نشدن اقدام های یک جانبه کمترین چیزهایی هستند که پاکستان از ایالات متحده آمریکا انتظار دارد. پاکستان خواهان همکاری با ایالات متحده آمریکا در کار مبارزه با پدیده حراس افغانی است. یک افغانستان با ثبات و مستقل به سود پاکستان است. پاکستان از روند آشتی ملی افغانستان که از سوی افغانها رهبری می شود و پاکستان را نیز بی ثبات نمی سازد پشتیبانی می کند. اما برخی از آگاهان این گفته های نخست وزیر پاکستان را صادقانه نمی دانند.
آنچه که آقای گیلانی اظهار کرده این چیزی است که امروز جامعه جهانی رویش اتکا داره و ما افغان ها با او اتکا داریم، اما من فکر می کنم که باز هم این اظهارات صادقانه نیست و اگر صادقانه بوده باشه باید پاکستان در رابطه با حل قضیه افغانستان و صلح در افغانستان اینا صادقانه قدم بگذارن و تعهداتی که اینا در قبل سپردن و باز هم اینا میگن باید صادقانه اینا وفادار بمانن. پاکستان در حال از مالیات تازه بر مواد اکمالاتی نیروهای ناتو در افغانستان سخن میگوید که در سال 2002 میلادی پذیرفته بود که بغیر از تانکرهای مواد نفتی دیگر مواد اکمالاتی ناتو بدون پرداخت مالیات از پاکستان بگذرند. اما اکنون مقامهای پاکستانی میگویند که پرویز مشرف رئیس جمهور وقت پاکستان این پیمان را به سود ناتو و به گونه یک جانبه پذیرفته بود و اکنون باید در آن تجدید نظر شود. گفتنی است که ماهانه در حدود 4000 کانتینر ناتو به افغانستان میرسد. از این میان 1300 کانتینر و 1000 نفتکش از راه پاکستان به افغانستان میآیند. اگر حکومت نظامی در پاکستان روی کار آید، ثبات در منطقه به ویژه در افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر با خطر روبرو خواهد شد. شمار از آگاهان میگویند که مکنون نظامیان پاکستانی میکوشند تا یک حکومت نظامی در این کشور روی کار آید و باور آنان تصمیم اخیر فرمانده ستاد ارتش و رئیس سازمان استخبارات نظامی پاکستان در واکنش به سپردن یادداشت از آصف علی زرداری به مقامات آمریکایی نشان دهنده روی کار آمدن یک حکومت نظامی در این کشور بوده میتواند. فرمانده ستاد ارتش و رئیس سازمان استخبارات نظامی پاکستان به تازگی سپردن یک نامه آصف علی زرداری را به مایک مولن رئیس پیشین ستاد مشترک ارتش آمریکا برای جلوگیری از سرنگونی حکومت پاکستان از سوی نظامیان این کشور ناتوان ساختن روحیه ارتش و آسیب رساندن به امنیت ملی پاکستان می دانند. آنان در واکنش به این کار رئیس جمهور پاکستان از زادگاه این کشور خواستند تا عاملان این کار را زیر پیگرد قرار دهد. در این میان شماره از آگاهان این تصمیم نظامیان پاکستانی را تلاش برای روی کار آمدن یک حکومت نظامی در این کشور می دانند. اگر با چنین توطئه‌ای را که نظامیگری انداخته و پس زمینه را برای فرام می ساده و ذهنیت آمده که حکومت نظامی شود در پاکستان، صلح و ثبات در منطقه را هیچ کس تضمین کرده نمیتونه، وضع عدالت که به مراتب خرابتر میشه و به امید نیروی دهشت افغانی که هر روز با ساختار جدید رقم جنگوی اینا دست میزنن، بحران در منطقه دامن خاطرن لجام گسخته خواهد شد و نتایج منفی را بار خواهد. با این همه این آگاهان تأکید می ورزند که نظامیان پاکستانی همواره کوشیدند تا نقش اصلی را در درون نظامی این کشور بازی کنند. با باور آنان روی کار آمدن حکومت نظامی در پاکستان برای ثبات منطقه به ویژه برای ثبات افغانستان بسیار خطرناک خواهد بود. این سفری که اکنون زرداری داره در حقیقت فرار از توطئه نظامی ها در بیرون از کشور است به بهانه مریضی و این حالت انکشافش میتونه روی اوضاع کل منطقه تاثیر بگذاره، چون نظامی ها در مجموع در گذشته ها زمان بر اقتدار بودن مانند دوره حکومت مجاهدین، دوره طالبان و دورای بعدی تاثیرات بسیار سوری را بالای افغانستان اوضاع منطقه گذاشته است، چون همیشه حامی سیاست های بنیادگرایانه و تروریستی هستند. از اونجایی که این موضوع برای افغانستان بسیار مهم است، خواستیم نظر حکومت را نیز در این باره داشته باشیم، اما موفق نشدیم. همکنون آصف علی زرداری که برای درمان به دبی رفته است میگوید که تندرستیش را باز یافته است، اما پزشکان اجازه سفر را به او نمیدهند. درست چند روز پیش از کشته شدن اسامه بن لادن، آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان در نامه‌ای از مقام‌های آمریکایی خواسته بود که اگر از سرنگونی حکومت پاکستان از سوی ارتش و سازمان استخبارات نظامی این کشور جلوگیری کنند، حکومت وی حاضر است تا رهبران شبکه القاعده و نیز حقانی و ملا عمر را بازداشت کند یا به واشنگتن اجازه بدهد که در برابر آنان در خاک پاکستان اقدام نماید. این در حال است که هند و روسیه تاکید می‌ورزند که با بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان چگونگی اوضاع امنیتی در این کشور باید در نظر گرفته شود. نخست وزیر هند در سفر به روسیه بر پشتیبانی دراز مدت دهلی نواز کابل تاکید می‌ورزد. نخست وزیر هند برای جمهور روسیه از افزایش فعالیت‌های شورشان در ولایت‌های امن افغانستان و تولید و قاچاق مواد مخدر در این بخش‌ها ابراز نگرانی می‌کنند. افغانستان و همکاری با این کشور بخشی از سند راهبردی است که نخست وزیر هند در این سفرشان را با مقام‌های روسی به امضا رسانیده است.
ما دیدگاه‌های خیش را درباره تهدیدهای جهانی از رهگذر هراس افغانی، دزدان دریایی و قاچاق مواد مخدر با هم شریک ساختیم. این پدیده ها افزون بر هند و روسیه امنیت جهانی را نیز تهدید می کنند. با باور این مقام های هندی و روسی، توجه به اوضاع امنیتی در افغانستان باید در اولویت برنامه بیرون شدن نظامیان خارجی از این کشور باشد. با این هم دلی نو و مسکو از برنامه انتقال نیز پشتیبانی می کنند. اما به شرط این که نیروهای افغان توانایی لازم را دارا شوند. ما خواست ها و اهداف مشترک در بازسازی و تلاش های ملت سازی در افغانستان داریم. تا از این راه حکومت افغانستان بتواند بدون مداخله خارجی به اداره این کشور توانا شود. دهلی جدید می خواهد که افغانستان به یک کشور باثبات و پیشرفته مبدل شود. در حالی که گفتگوها میان حکومت افغانستان و مخالفان مسلح دولت این روزا بازم سر زبان هاست، دهلی نو و مسکو تاکید می ورزند که این روند باید با رهبری کابل عملی شود و نیز مخالفان باید پیش شرطهایی را بپذیرند که از سوی جامعه جهانی در این راستا گذاشته شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هشدار میدهد که اگر نقض حقوق بشر از سوی پلیس محلی ادامه یابد، این نیروها در میان مدت به عوامل ناامنی در کشور مبدل خواهد شد. کمیشنر حقوق بشر افغانستان میگوید که در حال حاضر رویدادهای جدی از نقض حقوق بشر از سوی پلیس محلی در برخی از بخشهای کشور از سوی این کمیسیون ثبت شدند. در این حال رئیس عمومی پلیس محلی با رد این گفته ها میگوید که حقوق بشر از سوی افراد مسلح غیر مسئول نقض میشود، نه از سوی پلیس محلی. پلیس محلی که در حدود یک سال پیش از سوی وزارت امور داخله ایجاد شد، اکنون با گذشت زمان اندک گزارش های از بدرفتاری نیروها از رسانه ها پخش شدند. چنان که در تازه ترین مورد نظامیان آمریکایی در گزارش پلیس محلی را به نقض حقوق بشر متهم کردند. در این میان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز رفتار پلیس محلی را در برخی از بخش های کشور نگران کننده می داند. نگرانی ما از این است که پلیس محلی اگر به صورت بی‌رویه انکشاف پیدا بکنه و کنترل جدی در مورد عمل کردشان وجود نداشته باشه، اینا میتونند در میان مدت به عوامل ناامنی در کشور تبدیل شوند. اما مسئولان پلیس محلی این گفته ها را بی بنیاد میگویند و بر قانونی عمل کردن پلیس محلی تاکید میورزند. ما کاملا این گزارش را رد میسازیم. در پروسه کاری ما طوری نیست که کسی تخطی بکنه یا خدا نخواسته تجاوز جنسی بکنه یا با قتل و غارت متهم باشه و او معافیت حاصل بکنه، بلکه با پنجه قانون سپرده میشه. در حال حاضر شمار نیروهای پلیس محلی به 9000 تن میرسد و قرار است در آینده شمار نیروها تا 30000 افزایش یابد. اما گاهان فعالیت های نیروها را برای بهتر شدن امنیت کشور سودمند نمی دانند و به این باورند که این نیروها در آینده نیز به بدرفتاری هایشان ادامه خواهند داد. شمار از احزاب سیاسی ایجاد دفتر طالبان را در داخل کشور برای گفتگوها با این گروه سودمند می دانند. از این میان حزب حق و عدالت می گوید که در داخل کشور هیچ مشکلی در ایجاد این دفتر برای طالبان وجود ندارد و حکومت در ایجاد چنین دفتر تلاش کند. در این حال ائتلاف و تغییر امید می گوید که نخست نیاز است که طالبان برای گفتگو با حکومت اعلام آمادگی کنند و پس از آن حکومت درباره ایجاد یک دفتر برای این گروه تصمیم بگیرد. از سوی هم جبهه ملی از حکومت می خواهد که روند گفتگوهای صلح نباید منحصر به حکومت باشد. به دنبال توافق حکومت درباره ایجاد دفتر طالبان در کابل و یا در یکی از کشورهای اسلامی، شمار از احزاب سیاسی در این باره اظهار نظر کردند. حزب حق و عدالت میگوید که حکومت باید در گفتگو با طالبان حاکمیت ملی و عدالت را در نظر گیرد. حقوق زنان، رسانه‌ها و دستاوردهای 10 سال گذشته را قربانی این گفتگوها نسازد. ترجیح ما و حلقات سیاسی در داخل افغانستان صورت عام هست که بهتر بود که دفتر به نام تسهیل کننده پروسه مذاکرات با طالبان و یا با مخالفین مسلح حکومت در داخل افغانستان ایجاد میشد تا میتونست امو زمینه های مداخلات بیرونی ها را در پروسه مذاکره او را محدود بسازد. در همین حال سخنگوی ائتلاف تغییر و امید بر ایجاد این دفتر در داخل کشور تاکید می‌ورزد و می‌گوید که اگر این دفتر در بیرون از کشور ایجاد شود، شاید پیامدهای خوبی نداشته باشد. صلح و گفتگو با مخالفان مسلح یک ضرورت و یک نیاز هست، اما لازم است که اول طالبا اعلان کنند به صورت رسمی که آماده گفتگو و مذاکره با جمهوری اسلامی افغانستان هستند و پس از او در مورد دفتر نمایندگی یا
جای یا آدرسی که باید با اونا مذاکره شده میشه صحبت کرد. از سوی هم جبهه ملی میگوید که با در نظر داشت ظرفیت اندک و ناتوانی حکومت باید سازمان ملل متحد در رهبری این گفتگوها باشد و حضور کشورهای همسایه نیز در این گفتگوها یک نیاز جدی است. این وضعیت مؤید باور آنان به بیهودگی ادامه جنگ و رجحان منطق گفتگوست که به مفهوم یک موفقیت بزرگ برای مردم افغانستان و جامعه جهانی خواهد بود. جبهه ملی افغانستان رسیدن به صلح از طریق مذاکره را به عنوان یک روش معقول همواره تایید نموده است. گفتنی است که به روز پنج شنبه حکومت با برگزاری نشست‌های مشورتی با شمار از رهبران جهادی درباره ایجاد دفتر طالبان در کابل و یا در یکی از کشورهای اسلامی توافق کرد. ادامه خبرها از طلوع به شبکه جهانی طلوع نیوز. بازش تندبادهای نیرومند و سرازیر شدن سیلاب‌ها در فیلیپین جان بیشتر از 250 تن را گرفتند. مقامات فیلیپینی میگویند که در این رویداد نزدیک به 400 تن دیگر ناپدید گشتند و در حال حاضر گروه های مددرسان برای کمک به آسیب دیدگان این رویداد به گونه جدی در تلاشند. وزش تندبادهای نیرومند و سرازیر شدن سیلاب‌ها در یک جزیره جنوبی فیلیپین افزون بر تلفات جانی زیان‌های بزرگ مالی را نیز به بار آورده‌اند. به گفته مقام‌های فیلیپینی این تندبادها و سیلاب‌ها 100 هزار تن را در بخش‌های جنوبی این کشور به ترک خانه‌هایشان مجبور ساختند و افزون بر این برق بخش‌های زیاد این جزیره قطع شده است. این مقام ها می افزایند که گروه های نجات برای پیدا کردن ناپدید شدگان به گونه جدی تلاش دارند و احتمال می رود که شمار تلفات این رویداد افزایش یابد. در همین حال بیجا شدگان این سیلاب ها از حکومت فیلیپین می خواهند تا هر چه زودتر برای آنان سرپناه فراهم سازد. ما هنوز هم در جستجوی جسدها در این روستا هستیم. در همین حال اداره مبارزه با حوادث طبیعی فیلیپین میگوید که این اداره میزان زیانهای برخواسته از این رویداد را تخمین زدن نمیتواند، زیرا در حال حاضر کارگران حالت اضطرار به شمول پلیس و سربازان مشغول کمک به آسیب دیدگان هستند. با اکنون نگاه زودگذر داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. شمار تلفات درگیری های تازه میان معترضان و نیروهای امنیتی در مصر به 8 کشته و به بیش از 317 زخمی رسیده است. این درگیری ها از روز جمعه بدین سو در شهر قاهره ادامه دارند. همزمان با این، نخست وزیر مصر از درگیری های تازه انتقاد می کند و می گوید که این درگیری ها حمله بر انقلاب جوانان مصر است. حکومت روسیه از حکومت بشار الاسد میخواهد که طرح اتحادیه عرب را بیدرنگ عملی نماید. سخنگوی وزارت خارجه روسیه میگوید که برای پایان بخشیدن به نارمی ها در سوریه اجازه یافتن ناظران اتحادیه عرب برای بررسی اوضاع این کشور مهم است. اتحادیه عرب خواهان فرستادن 500 ناظر به سوریه است، اما حکومت سوریه با این طرح مخالفت میکند. وینا ملک، یک هنرپیشه و مدل پاکستانی به گونه مرموز در هند ناپدید شده است. مدیر بازرگانی وینا ملک میگوید که وی از روز جمعه بدین سو از بانو وینا ملک هیچ تلفنی دریافت نکرده است. وینا ملک باشنده شهر ممبای است و به تازگی یک مجله هندی یک تصویر برهنه وی را پخش کرد که واکنش های تند را در پاکستان برانگیخت. باز هم خوش آمدید و این هم چند خبر اقتصادی. اتاق تجارت و صنایع از رئیس جمهور کرزی میخواهد که برای حل مشکل بازرگانان با ایران شخصا دست به کار شود. به گفته اتاق تجارت و صنایع، نهادهای دولتی در حل مشکلات بازرگانان با ایران تا کنون ناتوان بودند و در حال حاضر بیشتر از 4000 موتر باربری به علت ایجاد مشکلات از سوی ایران در مرز میان افغانستان و ایران متوقف ماندند. اتاق تجارت و صنایع میگوید که این نهاد برای حل مشکلات بازرگانان افغان در مرز نیمروز با جانب ایرانی گفتگو کرده است، اما با باور این نهاد حل مشکلات بازرگانان و رانندگان موترهای باربری افغانستان در توان حکومت محلی ایران در مرز نیست و در این باره خود رئیس جمهور با حکومت مرکزی ایران تماس بگیرد. دوه حد لارشی نیمروز تا او د محلی ارگانانو د مربوطه ادارې سره د دوی سره خبرې وکړي او کدا نه لارشی باید مرکز ته تهران سره دولت سره خبرې وکړي. حتی زما خواهش داده چې رئیس جمهور مستقیما مداخله وکړي. دا یو فاجعه ده، دا یو ډیر مشکلات دي.
هرچند این نهاد میگوید ادامه وضعیت کنونی در ولایت نیمروز به یک معضل بزرگ مبدل خواهد شد، اما وزارت تجارت و صنایع میگوید تلاش ها برای حل این مشکل آغاز شدند. منګا خپل وکیل تجار ته تجارتیات شي ته وظیفه ورکړی ده چې په دې اړه نورې پلټنې او څېړنې او له دوی سره نورې خبرې وکړي، او موږ په جریان کې یو او هر څومره چې ژر شي دې ته یو حل لاره پیدا کوو. دشوار شدن روند گرفتن ویزای تجارتی از ایران، رفتار نادرست مرزبانان ایران با بازرگانان افغان، اخاذی ها در آن سوی مرز و اجازه رفت آمد تنها 120 موتر باربری در روز از سوی ایران از مشکلاتی هستند که بازرگانان افغان را مجبور ساختند که از حدود یک هفته بدین سو از واردات و صادرات از راه نیمروز به ایران منصرف شوند. ساخته های دستی کشور با مشکلات بی پیشینه روبرو هستند. اتحادیه ملی پیشواران افغانستان میگوید که نبود حمایت های لازم دولت از ساخته های دستی و جانشین شدن شمار از ساخته های ماشینی بر جای ساخته های دستی آینده این ساخته ها را تاریک نشان میدهند. نبود یک راهبرد منظم برای حمایت از صنایع سنتی کشور نگرانی جدی اتحادیه ملی پیشواران افغانستان را برانگیخته است. اتحادیه ملی پیشواران افغانستان میگوید که آمارها نشان میدهند تا سال 1366 خورشیدی بیش از 300 هزار دستگاه صنایع دستی و سنتی در کشور فعال بودند، اما به نظر نمی رسد که امروز شاید بیش از 100 هزار نفر هم در بخش صنایع دستی کار کنند. صنعت گلیم، صنعت برک و صنعت مسگری و بسیار صنایع دیگه که صنعت شیشه سازی و صنعت کاشی سازی هرات، اینا همشان امروز در حالت بسیار رکود و حتی زوال قرار داره که آثار از اینا مشاهده نمیرسه. اما وزارت تجارت و صنایع میگوید که این وزارت برای توسعه و نگهداشت صنایع سنتی همواره کوشیده است و به همین منظور نمایشگاه های گوناگون صنایع سنتی افغانستان را در داخل و بیرون از کشور برگزار کرده است. حکومت افغانستان از صنعت سابقه افغانستان و حکاکی یا قالین بافی هر نظر چیز حمایت میکنن، ولی خودشان فابریکا ندارن. اتحادیه ملی پیشواران افغانستان از احتمال نابودی کامل صنعت قرقل، پوستین، شیشه سازی، کاشیکاری و برخی دیگر از صنایع سنتی کشور هشدار میدهد و میگوید که اگر هزمین اکنون تدابیر لازم برای نگهداشت این صنایع روی دست گرفته نشوند، با نابودی آن گذشته از آن که افغانستان بخشی از اساسات اقتصادش را از دست می‌دهد، پیوندش با گذشته فرهنگیش نیز قطع خواهد شد. با این هم قیمت بعض از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل: یک دلار آمریکایی 49 افغانی و 10 پول، یک یورو 64 افغانی و 10 پول، یک درهم امارات 13 افغانی و 35 پول، از روپیه هندی 990 افغانی، از تومان ایرانی 35 افغانی و از روپیه پاکستانی 548 افغانی. فردا کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین منفی 1. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین 2. کندهار آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 3. جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 7. و سرانجام در شهر هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین 0. امروز خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. از شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع با شبکه جهانی طلوع نیوز باشید. وقت خوش، خدا نگهدار.